بنام خدا و بارز سلام به خبرهای ساعت 9:01 خوش آمدید. پلیس ولایت تخار 3 تن را به اتهام تجاوز جنسی بر یک کودک 3 ساله بازداشت کرده است. وزارت امور داخله در خبرنامه نگاشته است این کودک دختر که چاشت روز دوشنبه از خانهاش ناپدید شده بود، شام همان روز از یک باغ در روستای آقجر ولسوالی رستاق به گونه برهنه یافت شد. خبرنامه افزوده که بازداشت شدگان که اکنون در بازداشت پلیس تخار به سر میبرند باشندگان اصلی روستای آقجر ولسوالی رستاقند. پلیس جنایی کابل یک افسر موظف در ناحیه نهمین شهر را به اتهام رشوه ستانی بازداشت کرده است. در خبرنامه وزارت داخله آمده است که پلیس مدیر حقوق این ناحیه را هنگام بازداشت کرد که 30,000 افغانی از فردی با عنوان رشوه دریافت کرده بود. خبرنامه افزوده که هنگام بازداشت مدیر حقوق ناحیه نهم نماینده دادستانی زون جنوب نیز حضور داشته است. خبرنامه می افزاید که فرد رشوه دهنده برای افشای دریافت رشوه از سوی مدیر حقوق ناحیه نهم شهر کابل با پلیس همکاری کرده است. چین گفتگوهای صلح میان طالبان پاکستان و حکومت افغانستان را میزبانی می کند. خبرگزاری روی ترس نوشته است که چین می خواهد در روند گفتگوهای صلح نقش امریکا را بازی کند. از سوی هم شورای عالی صلح از این اقدام چین استقبال می کند و می گوید چین با نفوذی که بر پاکستان دارد می تواند این کشور را وادار سازد تا رهبران طالبان را بر سر میز مذاکره بکشاند. بر بنیاد یک گزارش تازه، کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 7% افزایش یافته است. سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که در کشت کوکنار و افزایش مواد مخدر مقامات محلی دست دارند. بر بنیاد این گزارش کوکنار بیشتر در ولایت‌های ناامن کشور کشت شده است. ناامنی، مصروف بودن نیروهای امنیتی در پروسه انتخابات، قانون شکنی و دست داشتن مقام های دولتی در کشت و قاچاق مواد مخدر در این گزارش علت های افزایش 7% مواد مخدر در سال جاری گفته می شود. هرچند مقام سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر از مقام های محلی که در کشت و قاچاق مواد مخدر دست دارند نام نمی برد، اما می گوید این افراد به زودی از سوی نهادهای امنیتی افشا خواهند شد. ما ارزیابی های خود را داریم. ارزیابی های ما برای ما معلوم است که کدام رئیس ما، کدام قماندان، کدام قول اردو، رئیس قول اردو، قماندان قول اردو و کدام والی، کدام ولسوال چی کار انجام داده. ولی این نمیشه ما فعلا در دم مطبوعات بگوییم. باز گفتن از این در دم مطبوعات هم نوبتش میرسه. یعنی این بحث ها بیشتر به نیروهای کشفی و نیروهای به جناب احمدی صاحب میرسه که برای شما گفت که اما طور که گفت که ما قاچاقبرا را تا عکسایش برای شما میتیم، این گپام برای شما گفته خواهد شد. 69% کشت و قاچاق مواد مخدر در ولایت های ناامن مانند هلمند، قندهار، فرا و ننگرهار صورت میگیرد. هلمند همچنان با بیشترین کشت مواد مخدر در صدر قرار دارد. پول کشت و قاچاق مواد مخدر همچنان بخش بزرگ تمویل مخالفان مسلح دولت را شکل میدهد. آنچه که باید در مبارزه با آن اراده قوی سیاسی وجود داشته باشد. صادقانه بگم که مواد مخدر یگانه منبع تمویل تروریسم است و 30-40% جنگ افغانستان فعلا جنگ تریاک است و این دلالی اساسیش نشان میده که تا 90% کشت و تولید و قاچاق در مناطق ناامن افغانستان که 80% زیر کنترل طالبان و القاعده است و غیر مستقیم توسط از حمایت میشه. در نشست لندن باید به این موضوع با عنوان بزرگترین چالش افغانستان منطقه پرداخته شود. تا 3 هفته دیگر نشست لندن برگزار می شود و ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی روی همکاری های جدی بحث و گفتگو کند، چون بدون محو کشت کوکنار افغانستان شاهد هیچ گونه پیشرفت اقتصادی نخواهد بود. ما می خواهیم در این نشست بشنویم که رهبری جدید افغانستان برای محو کشت و قاچاق مواد مخدر چه برنامه های روی دست دارند. سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر راهبرد جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر را به باد انتقاد میگیرد و میگوید کمک هایی که از این طریق به افغانستان شده غیر اختیاری بوده و از طریق دولت مصرف نشده است. و اکنون توجه کنید به یک خبر تازه. لحظات پیش انفجار در ساحه رنگ رود شهر جلال آباد رخ داد. مسئولان امنیتی وقوع این رویداد را تایید کرده، اما در مورد چگونگی و نوعیت این انفجار و تلفات برخواسته از آن چیزی نگفتند. جزئیات را بعداً تقدیمتان می‌کنیم. ادامه خبرها.
بانوان افغانستان به خاطر دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با خشونت‌های فراوان روبرو می‌شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در پیوند با خشونت بر ضد بانوان می‌گوید قوانین نافذه برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان به گونه منظم نادیده گرفته می‌شود. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدار.